ابتدا درباره تلاش هایی که برای به رسمیت شناختن اعدام شدگان سال 67 به عنوان ناپدید شده قهری انجام شد بیشتر از شما بشنویم. با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما. خب میدونید که کارگروه ناپدید شدگان قهری یا اجباری یکی از کارگروه های بسیار معتبر سازمان ملل هست و سازمان های غیر دولتی مختلف از جمله سازمان عدالت برای ایران تلاش میکنه که مجموعه موارد ناپدید شدگی رو گزارش بده به این ارگان به کمک خواهناخا قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در این مورد و در این مورد به طور مشخص بستگان، اعضای خانواده جان باختگان. و این حرکت قاعدتا ادامه داره. این کارگروه در سطح دنیا چند ده هزار نفر در واقع ناپدید شده رو پروندهشون رو در واقع تعقیب میکنه که در مورد ایران چند صد نفر هست تا این لحظه. و خب به خصوص ما میبینیم که در اون سالهایی که این کشتار عظیم صورت گرفت در زندان‌های جمهوری اسلامی چند صد نفر رو در واقع در اون لیست خودش اضافه کرده و بعد از اونم خب می‌بینیم مواردی مثل سعید زینالی و موارد دیگه‌ای که در سال‌های اخیر اضافه شده، ولی خب به هر حال جا داره که بسیار بیش از این موارد این ناپدید شدگی مطرح بشه در این کارگروه سازمان ملل. آقای نایب‌هاشم، چرا به جان باختگان و زندانیان سیاسی اعدام شده به عنوان ناپدید شدگان شناخته میشن؟ خب برای اینکه ما تصورمون این هستش که اعدام شدن و به اونها، به خانواده کسانی که در سال 67 اعدام شدن، قاعدتا یک ساک رو تحویل دادن، پیکر این عزیزان رو به اونها ندادن. و میدونیم در واقع گورهای جمعی که اونجا دفن شدن به طور مشخص تا لحظه ای که مشخص نشه که یک فرد قطعا فوت کرده یا قطعا چه سرنوشتی رو داشته، اونها ناپدید تلقی میشن. و در تمام این موارد به اضافه مواردی در بعد، یعنی ما میبینیم که در همین سالهای اخیر هم افرادی رو اعدام کردن و پیکر اونها رو تحویل ندادن، یا اینکه حتی موقعی که ظاهرا اونها رو در یک مکانی به خاک سپردن، خانواده اجازه نداشته که صورت اونها رو ببینه به خاطر مجموعه فشارهایی که بر او وارد کردن، صدماتی که به فرد معین زدن. به طور مشخص تمام این موارد ناپدید شده تلقی میشه و باید به طور مشخص برای افراد همه روشن بشه که بر آنها چه رفته است. و در مورد کسانی که در سال 67 از چند هزار نفر صحبت میشه تا حتی بیشتر، باید به طور مشخص ببینیم که هر کدوم از اون موارد چگونه است و خب قاعدتاً باید در یک روند عدالت انتقالی این کار صورت بگیره. الان این تصمیم سازمان ملل چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟ چقدر اونها رو مجبور به پاسخگویی میکنه؟ خب جمهوری اسلامی یک حکومت پاسخگو نیست و خب از جمله مکاتباتی که با این نهاد و دیگر نهادهای مختلف، گزارشگرهای ویژه متعدد و دیگر نهادهای سازمان ملل با جمهوری اسلامی دارن، بخشن پاسخ داده نمیشه. یک ضریب نسبتا پایینی رو داره در سطح کشورهای جهان، بعضا پاسخ میده و پاسخ هم خیلی کلیشه‌ای هست و در این مورد هم کمترین همکاری رو داشته با سازمان ملل. ولی هر چقدر در واقع این مدارک کامل بشه و از این چند صد نفر تاکنونی به چند هزار نفر واقعی برسیم و چه بسا بیش از اون، در اون صورت خب این فشار بر حکومت جمهوری اسلامی بیشتر میشه و در ادامه اونها رو مجبور به پاسخگویی میکنه. ولی در این لحظه ما هنوز فاصله داریم با این مرحله.